خانم ها، آقایان، اینجا استودیوی مسابقه تلویزیونی شوتباله. خوش آمدید. سعی میکنم که زمین نخورم، وقتی که خوردم سعی تلاش میکنم دوباره بلند شم. به من یاد داده بود که هر موقع مشکل داری با خدا به این صورت صحبت کن. به اون هدفی که دارم خودم حتما میرسونم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من کوچیک شما حامد آهنگی با یک رقابت جذاب و پرهیجان دیگه از سری مسابقات شوتبال در خدمتتون هستم. اینجا استودیو شوتبال با کلی تماشاگر بهار. مرسی به این انرژی ها. عزیزی هستم، روح عرب قهرمان میشه. عرفان علی خواستم امتیاز ها رو رو میکنم. ارشاد فاطمی هستم، جایگاه قهرمانی رو برای ما ساختم. با سلام رضا اکبری هستم، اومدم برای اصوله شدن. محسن بدری پیش به سوی قهرمانی. امیر حسین اخلاقی هستم، شکست رو قبول نمی کنیم و دست خالی رو هم نمیگردیم. ساکن زنجان هستم، خرمدره میشینیم و کهریزک خونه مادر بزرگم، اینا کنارشون هستم و با اونا زندگی میکنم. افغانستان هرات که به زمان امروزی مثلا تو این کشور میگن هرات، ولی به لهجه خودمون هرات گفته میشه. بچه هرات هستم، به دنیا متولد ایران. اصالتا تبریزی هستیم، شهرستان ارسباران اهر، ساکن اسلام شهر. 4-5 سالی هست شنا کار میکنم، الان یه 4 سالی پیش آقای عظیمی هستم، خیلی هم دوست داره به ما. تمرینات فوق‌العاده قوی و پیشرفته با ما کار میکنه، شاید میتونم بگم تقریبا در سطح تیم ملی، و خیلی ممنونم ازش که ما رو به اینجا رسونه. ساعت 5 صبح 6 صبح بلند میشیم تو نونوایی کار میکردیم تا ساعت 12 میرفتم مدرسه، پنجانه می اومدم یه ساعت استراحت می کردم، می رفتم تمرین و دوباره روز از نو و روزی از نو. من به خاطر سنم هر جا که رفتم گفتن یا سنت کمه یا جسد کوتاهه، برای همین من از این شاخه به اون شاخه پریدم. دوست داشتم از بچگی بتونم نماینده مجلس باشم و خوشم می اومد که نماینده یک منطقه باشم و بتونم مشکلات اون منطقه رو حل بکنم. من خب هر موقع شب می خوابیدم تصوری که تو ذهنم بود مسابقات المپیک، مسابقات جهانی بود که رو سکوی مثلا اولی دومی واستادم. تا الان کارهایی که کردم گل فروشی بوده، تو جاده بشزرا مکانیکی رفتم، گلچینی رفتم، مثلا فروشندگی رفتم، هر کاری بگین کردم. متاسفانه سال 87 کل آرزوام به هم خورد و رفتیم توی دنیای دیگه. یه اتفاقی پیش اومد، آمپوری فکر کنم اشتباه چیزی شد، پدرم از ناحیه دست راست و پای چپ معلوله. بعد الانم همون قدرتش، بالاخره آدم که سعی و سالم باشه بهتر قدرت داره، ولی پدر من برابر من، شاید هم بگم از من بیشتر، میتونه خرج خانواده رو بده، میتونه خرج خودش رو بده با همون معلولیت، ولی بازم اون سختی ها ما داریم مواجه میشیم با اون سختی هایی که تو زندگیمون هست. ما 73 تا دانش آموز داریم به نام مدرسه بدون مرز که تو قلعه گبریه و من مدیر اونا هم هستم. مکمل هایی به ما میدادن، ما استفاده میکردیم، که اینا متاسفانه باعث شد که جفت کلی های من به مشکل بخوره و سال 87 مصدوم بشم، نزدیک به 5 روز حالت کما داشته باشم. یه شخصی بود که دوست دارم اسمش رو بیارم، آقای شمس الله بود، این خانومش پیوند میکنه و خانومش هم فوت میکنه، این اومد به من گفتش که من یه مرکزی رو میشناسم تو تهران، بیمارستان سینا،
که موردهایی که ضربه مغزی میشن اهدا میکنن خانواده‌اش. یه روز به من زنگ زد گفتش که بیا اینجا یه موردی پیدا شده آزمایش بده. خلاص من رفتم اونجا، از ساعت 8-9 صبح اونجا بودم تا 6 بعد از ظهر. چکاوای کامل تو بدنم انجام دادن و گفتن شما دوتا موردا به همگه میخواید. نوری که خدا میاد تو دلمون میندازه این گذشت انجام میده و تو اون لحظه ای که دکتر بهش میگه پسرت دیگه کلا تمام شده، یه بر نمیگرده، سری میاد تصمیم میگیره و کل بدنشو اهدا میکنه. به جز من بچه‌های دیگه نجات پیدا میکنن و از کبد و از همه جای این شخص استفاده میکنن و الان دارن زندگی میکنن. الان کلیه محمد حسین با توه. بله. همون مدال گرفتی، دوستم داشتی واقعا، چون فکر کنی مال اونه. این دوربین فکر کنم محمد حسین داره نگات هم میکنه، قطعا هم داره نگات میکنه. باش حرف بزن، چند جمله اسمشو بگو، باش حرف بزن. قرار دست آب بزنم بیام. شما اهل باخت نیستین نه بچه ها؟ نه بابا، الان از الان دارن گریه میکنن، بفهم آخرش چیه. خب نوبت رسید به قسمتی که شاید ندونید خیلی مهمه. میخوایم این دو توپو به بالاترین قیمت نفروشیم. نه، قسمتیه که دوستان عزیزم با پرتاب کردن توپ تو این اعداد آیتم و اون مرحله رو که باید توش رقابت کنن و انتخاب میکنن. کاملا شانسیه و این پنج در واقع رقابت اینجا مشخص میشه. کاملا عادلانه، دو تا این گروه، دو تا این گروه، یکی من که عادلانه عادلانه باشه. این توپ خدمت کاپیتان این گروه، این توپ خدمت سرگروه این گروه. باید سعی کنم که بیشتر فارسی بگم. از خلق آماده ای؟ بله. از خلق پرتاب کنه؟ ما یه چیزی داخلشه، ما یه اجازه بدیم و یه چیز خوش تک تک بیاره. اینا برای پرتاب توب هم سنگافته چی میکنن؟ به هم اعتماد ندارن. خب عزیزم پرتاب کن، یه جوری پرتاب کن تو یکی از اعداد نیفته بره خونه همسایه پاره کنه. ببن خب اومدید به یک مرحله جذاب و پر از هیجان. این مرحله هم سرعتیه هم دقت میخواد. دو تا عزیز انتخاب شدن توسط سرگروه، البته گروه عرس سرگروه هم حضور داره، قراره که یک کار جذاب انجام بدن. چیه؟ 10 تا بادکنک رو باد میکنن به نوبت، میرن میندازن داخل اون تورا، هر کدوم 10 امتیاز در 150 ثانیه، یعنی 2 دقیقه و نیم. ببینیم که اولین گروهی که 10 تا بادکنک رو وارد اون سبد ها میکنه کیه؟ قبلش دستا جلو، دست بیاد. ببخش من صورت زدم. خب آماده ایم؟ با شمارش من شما میتونید هدایت کنید بچه ها رو و با انرژی تماشاگرها. شروع میشه برای باد کردن بادکنک و حرکت به سمت اونا. اولین نفر که کارش تموم شد نفر بعد میره ها، تو دوتا با هم بره خطاست. بادکنک به هر دلیلی بیفته بخوره اونجا و چه اینا، تمومه دیگه، دوباره نمیتونی بادکنک رو بندازی اون تو، تمومه، از دستت نمیتونی، فقط با سر. نه اشکال نداره، فقط با سر. تمام، اگه با سر بخوره به تیر ولی زمین نخوره، در همون هیو نه بخوره به تیر برگرده بزنی اشکال نداره. آره اشکال، بخوره زمین دیگه تمومه. آماده تماشاگرای عزیز، همه آماده؟ یه دست پر هیجان بیا ببینم. باریکالله، عالی، بریم. خب شروع میکنیم مسابقه بادکنک، ببینیم کدوم گروه فوت کن فوت کن مثل که این بادشه نیاورده. ماشالله رضا. خب امنا ده 3 2 1 ماشالله بابا رضا، شروع شد. ماشالله رضا، برا یه دونه میشین باد کنیم. برا ببینیم امیر، یه دونه باد کن. برا 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 رضا، رضا اسقر، قهرمان چلا، بیا برگرد، رضا برا، رضا قرمز بعدی، اسقر جون امیر بیشتر با تو، باری کلا رضا برا، اسقر میخواستی بری خود توشا مرشاد ببینم چه می، فعلا 1-1 110 ثانیه مونده.
سنگین بود. من چرا نفسم گرفت؟ من چه شرکت نکردم؟ الان تو ثانیه 0 8 توپ گروه عرس، 7 توپ گروه بچه‌های بدون مرز به افتخارشون. با یه باخت کمک بیشتر عرس برنده شد. بازی بعدی جبران. شب همگی بخیر. خب اومدیم سراغ مرحله دوم که من خودم این مرحله رو خیلی دوست دارم چون خیلی دقت عمل میخواد. آقا رضای ما اون توی آقا رضا رو که میبینین واسه خودش مردیه ها، یعنی قهرمان زندگیشونه و داداشش هم اونجاست. حالا بعدا با داداشش هم آشنا میشیم. کوچولوئه ولی قلب بزرگی داره. 11 سالگی دوست داشتم فوتبالیست بشم، بهشم رسیدم، فوتبالیست شدم. اون کلاسایی که باید میرفتم و رفتم نصفشو، مثلا بعدش دوست داشتم بازیگر بشم، کلاساشو رفتم، تئاتر رفتم، ولی هیچکدومشون رو به آخر نرسوندم، نتونستم به آخر برسم. کار جواره مرده. آفرین. خیلی هم مثل من هستن کار میکنم، اونم به خاطر روزگاره، به خاطر مشکلات زندگیه. مشکلات زندگی نباشه هیچ کی دوست نره کار بکنه. توپ فوتبال بود، اونو خیلی دوست داشتم. فروشی هم نبود، اگه میشد بخرمش بخریدمش، هر جوری شده. مثلا کار میکردم، مثلا اینجور کارا تلاش میکردم بخرمش، ولی فروشی نبود. خیلی هم دوست داشتم. نخریدیش؟ نه. شاید جالب باشه، من تو مدرسه چند تا اسم دارم. اولش مدیرمون به من میگه گرگ، بچه های کوچکتر سفیران میگن آقای چی میگن؟ رضا چی میگن؟ کوچکتر سفیران چی میگن؟ نوری انزوال که کم نمی کنی. آقا ببری چی میگین؟ آقا ببری. بیشتر از همه مادر پدرم و جفتش البته یه اندازه دوست دارم، ولی مادرم بیشتر دوست دارم. آن بابت زحمت هایی که برام کشیدی ممنون، دست درد نکن. خب امیر حسین جان اینجا بیست. رضا جون آماده ای؟ توپا میاد بالا، من فوت میکنم، توپا میاد بالا، اون آبی کمرنگا شماره داره، از 1 تا 7 اون تو میچنی، حواست به ثانیت باشه، نشه ثانیه تموشه توپی اون تو ننداخته باشی. یا بچه هم از اونجا بهت انرژی میدن. کاپیتان اونجا سرگروه محسن واسطه. آقا رضا بریم، اجازه بده من برم
آماده بشم، یه 3-2-1 بگم فوت کنم بریم. بله با من بود. خب من فوت کردم، میشمارم فوت میکنم. 3-2-1. نه دست کنی، دست کنی آفاری بزار بزار، دکت کن، بزار دکت کن آره دست دست آقا چه خبر؟ چرا نظار انتخاب؟ چرا نظار انتخاب کردی؟ دکت کنی به باری کرد، باری کرد باری کلا رضا بزرگتی دوست داری چه کاری چی رضا؟ رضا بزرگتی میخوای رضا محل نمی کنی رضا 39 ثانیه 38 ثانیه باری کلا صدا رضا رضا تایمو ببین رضا رضا تایمو ببین رضا باری کلا رضا بزرگتی میخوای چی کاره چی؟ با دو رضا رضا هم رضا آفر بندا بندا چار تمام تمام بنشین تمام شد یکی اینو بزنه من باید بزنم من باید میزدم خب اجازه بدید طول نکنی رضا رو رضا از یک به رضا این خوبتون بود داره؟ رضا درسش هم خوبه چطور انداخته؟ نه نه خب سخته 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 رضا جون میخوای با تو به زندگی کنی؟ بیا بیرون دیگه بابا در قبول زندگی آه نه قفله قفله مجری باید باز کنی اجازه بده ببینم خب ما اینجا تو بینج نتونه ثانیه ها که تموم شد هیچی خب عددا این بره نه 3-2-7 یا 8-5 یعنی هیچ آخه نه هیچ بله نشد اشکال نه سریه بر ام نداره این دو رو اول اگه مینداختی بعد سه رو باز امتیاز داشتی چون اول 3-2-7-5 هیچ ترتیبی نداره پس از این بخش امتیازی نمیگیرید به افتخار رضا دست بزنید رضا میخواییم بریم سراغ گروه بعدی امیر حسین مرسی بابت صدات ممنونم ازت گروه عرس نمایندهشو بفرسته مرشاد به افتخار مرشاد مرشاد خوبی؟ اینجا الان دیدی که اشتباهی شد اگر اعداد و قطعی پاتی بریزی امتیاز نداری جانم جوری بود که من اصلا توپو نمیدیدم میشه یه بار خودتون بزنید ببینید چه جوریه بعد یه نفر دیگه عزیز من این حرفا چیه یه لحظه نه برید داخل مگه میشه نبینی حرفا رو نزن درسته درسته بفهمید یه بار رد شد رد شد برو خب نوبت گروه عرسه متاسفانه گروه بچهای بدون مرز نتونستن تو این بخش یعنی آکواریوم امتیازی کسب کنن حالا ببینیم گروه عرس چه میکنه البته واقعا بازی بازی سختیه تو اون باد و اینا با اون عینک تو بتونی به ترتیب عدد بچینی مرسا جان آماده ای؟ شما آماده ای؟ همه آماده؟ میشمارم دیگه من فوت نمی کنم دستگاه زحمت میکشه دستگاه رو آوردن 3-2-1 برو مرسا دقت کن، مرشا خم نشد چی؟ اپا از خم میگه اپا استفاده کن، نمیدونم چرا آفرین، دقت کن، مرشا دقت کن حواست به ثانیه باشه مرشا حواست به ثانیه آبی، آبی، توپای آبی خل شد اینا همون جوری که رضا رو تشریف می‌کردیم 50 ثانیه مرزاد
تا مرشد داره خوب میره، مرشد داره خوب میره. اصغر امید داری به مرشد؟ آره اون گروه امتیازی نگرفت ها، یعنی سه تا انداخت. نه مرشد حواسش هست، مرشد حواسش هست. مرشد هم استفاده کن سوپا. عصبانی نشو اصغر. باری کلا مرشد 16 ثانیه مرشد. تموم تموم تمام تمام به افتگار مرشد. آفر باری کلا، باری کلا مرشد. 15 ثانیه مونده، البته فکر کنم یه ذره هم زودتر. هر هفته توپو انداخته، بذارید من ببینم امتیاز کامل. و مرشد جان تو تعداد توپا گرفت اگر اشتباه نکرده باشی مرشد. ببین یک درسته، دو سه درسته، چهار پنج شش هفت. افتخار مرشد. گروه عرس تونست هر هفته توپو بندازه، 15 ثانیه هم تازه اضافه آورد. جمع امتیاز کلی رو با هم می‌بینیم. گروه عرس 180 امتیاز، گروه بچه‌های بدون مرز 70 امتیاز، اما چون سه تا مرحله دیگه هست قطعاً میتونن جبران کنن. به افتخار هر دو تا گروه. میریم سراغ مرحله سوم، مرحله پرتاب توپ. پرتاب توپ مخصوصاً برای بچه‌های بدون مرز خیلی مهمه که امتیازهای عقب افتادهشون رو جبران کنن. اگر امتیازها رو داشته باشیم روی LED باز متوجه میشیم که بله حدود 110 امتیاز بچه‌های بدون مرز عقبن، اما میتونن جبران کنن. 5 پرتاب برای هر گروه و در نهایت جمع امتیازها روی خط بخوره خطاست. اولین جایی هم که توپ برخورد کنه امتیازش حساب میشه. تشریف بیارید به افتخار هر دو گروه، یه دست خوشگل بزنید. بیاید، آره همه تون بیاید، بیاید اینجا، بیاید بیاید جمع خودمونی. یکی در میون بندازیم، یه دونه از شما یه دونه از جا، 5 پرتاب. پاتون از خط سفید جلو نمیره. اولین جایی هم که برخورد کنه، نه که توپ قل بخوره بره رو 20 حساب نیست، بخوره رو 5، 5 حسابه. توپم توپ معمولیه. بیا خدا اینه، یکی ور داره 5 کیلوه، من یادم نبود اینو ور دارید، من کمرم درد میکنه. خوبه چطوره؟ عالیه. گذاشتی اینجا باز. میریم سراغ رقابت گروه عرس و گروه بچه‌های بدون مرز. بچه‌ها با تمام وجود بندازینا، من رضا رو نگیری پرت کنی ها، تو با باید پرت کنی. بریم نوبتی. امیر حواست باشه. امیر 100 تا می‌خوایم ما. یکی اینور، یکی اینور. حالا یکی میتونه دوبار پرت کنه، سه بار. این به ما هیچ ارتباطی نداره، به من چه؟ هر جور دوست دارید. میریم شروع کنیم پرتاب توپ. 3 2 1 با صدا دستا شروع کنیم. گروه بچه‌های بدون مرز پشت خط محکم بنداز ببینم. بیا جلوتر، جا داری بیای جلوتر همین رو. آها برو ببینم، برو صف شد. 5 امتیاز برای بچه های بدون مرز. امیر حسین چه پرتابی میکنه. فکر کنید اولمپیک ها میخواد، یعنی رکورد جهان رو بزنید. برو جلو تجار دارید. آها 5 اینا تو اولمپیکی شرکت کردن که به خاطر کرونا کنسل شد. اینا اون چیه؟ بنداز ببینم. من اصلا اینجا وام میستم. منو نشونه بگیر امیر حسین. فکر کن میخواد من دشمنم. منو بزن منه بزن زد جونو تو ده آخر دیدی؟ وقتی انگیزه انسان میدی انگیزه شد بالا. حالا به اینام انگیزه میدم، به اینام انگیزه میدم. عرفان منه بزن، بزن تو سر من. عرفان زد ده ده. ببین اگه اینجا ما نمیستادم همون پنج میداختم. نه 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 بخط نکن. ده 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 بله بله بقل خط کن.
ویدیو چک داریم میکنیم سب کن موجی هم آدم اشتباه میکنه، چون من اینجا واسطه بودم چیزی که دیدم خورد اینجا، ولی الان ویدیو چک میکنن حق یک کسی ضایع نشد. اگر رو پنج باشی که این امتیاز درسته، الان به من میگن خطا بود، اصلا رو خط که صفره، هیچ که صفر. بریم سراغ گروه بچه های بدون مرز، بچه هایی که دست در نکنه بزن با من مشکل داره امیر بزن آقا این آخه چجوری میخواد بیستو بزنه امیر حسین بزن اگه اسفناج میخوردی میتونستی مثل ملوان جبل امیر زن باری کرد ده امتیار یه قرده تیم بچه های بدون مرز داره جون میگیره نه آقا بچیه برو جلو بچه ها میبینن من نمیخوایم تو ده بندازیم همه رو تو پنج بندازیم عرفان جان ببینم چه میکنی ها رو خط خورد آقا رو خط خورد باز دوستانم میبینن اونجا که اگر چشم ما اشتباه کرده باشه دوربین ها اشتباه نمی کنن بله رو خط خطا امیر حسین ببینم چه میکنی ها چهارمین پرتاب گروه بچه های بدون مرز نه باری کرد نمیشه دید بابا نمیشه دید ببین وقتی بچه ای باشی که تا لنگ زور نخوابی ورزش کنی بری سر کار میشی یکی مثل امیر حسین و رضا حالا اگه من بودم تا دو نیم هم نمینداختم عرفان ببینم چه میکنی پنج درست این دیگه ویدیو چک نمیخواد پنج درست بله به افتخار امیر حسین این پرتاب خیلی حساسه امیر آخریشا امیر با تمام وجودت امیر هر چی تو چند تداری رو کن عمل فقط علی بابی کلا خط شد الان میبینن خط شد افتاد رو خط حساب نمیشه هیچی متاسفانه اشکال نداره اما زحمتش کشید آخرین پرتاب گروه عرس یا امتیاز رو نزدیک میکنه یا همینه ببینیم مطابق فرمان رسید که درگیری پیش اومده دارن تهیه کننده رو میزنن آقا نزنید آقا مقداد ما رو نزنید آقا کی داره میزنه پرتاب قبلی گروه بچه های بدون مرز چطور بود آقا درست بوده ده امتیاز به افتخارش دوستان من در اتاق فرمان این پاش هم یه چک کنید بی زحمت میگن پاش رو خط بوده نه توپ قرار بر این بود که پا هم رو خط بره دو تا دوربین داره میگیره اسخر جان درسته تو هیکلی هستی ورزشکاری هممون از تو میترسیم ولی حق رو نمیتونیم نگیم 45 امتیاز به گروه بچه های بدون مرز 15 امتیاز به بچه های گروه عرس یه دست خوشگل امتیازا ببین حساس شد در حالی که فکر میکردیم گروه بچه های بدون مرز باید بره یواش یواش خونه اما میبینیم که 195 گروه عرس داره و 115 گروه بچه های بدون مرز خیلی دو مرحله باقی مونده حساس شد حالا اون دست قشنگو به افتخار خودت بزن محمد جان ولی کار خوشن تجربه نشون داده اونایی که ضعیفن امتیازشون کمه یه دفعه میان بالا اول میشن با اعلام من همدیگر میزنید نه من ممنونم از بیننده های عزیزمون که تا الان پای گیرنده ها موندن ما رو تحمل کردن و این تماشاگرهای باحال که هر کدوم به اندازه 10 نفر دارن انرژی میذارن یه بار دیگه به افتخار خودتو بغل دستی خب
میریم سراغ مرحله چهارم، مرحله‌ای که مثل اونا دیگه سرعتی و دویدنی و زوری نیست، این تعادلیه، تو در تو شروع میشه با این توپ برعکس اون سبک که من راحت گرفتم دستم، این نشون میده زمین گرده است. قرار آقا مواظب کلیه باشه، اون کلیه ها امانت ها، شما امتیاز ما رو بدید حق اون رو نخوریم چی نمیشه، این دیگه ما رو ول نمیکنه. خب مسابقه رو شروع میکنیم، ما از اینجا رقابت آغاز میشه از عدد 0 تا 75. شما هر عددی رو رد کنید امتیازش رو دارید، اما دو تا نقطه امن دارید، 15 و 30. درست. اگه قبلش بیفته هیچ امتیازی نداری، بعدش بیفته هم همون امتیاز حساب میشه. 30 رو رد کنی امن دومو در واقع رد کردی. درست. خیلی حواستون باشه، تعادلیه، جابجا بشید، بازی کنید و محکم هم نزنید، دستگاه رو خراب نکنید. بچه‌ها هزینه کردن. آماده این برای اینکه گروه عرس یا امتیازش و فاصلهش رو بیشتر میکنه یا به هر حال گروه بچه‌های بدون مرز شادتر میشن. بچه آماده؟ بچه ناراحت نیستید که؟ همه چی خوبه؟ نه دیگه قبلی پا رفت رو خط. گروه بچه‌های بدون مرز خوبید؟ این مرحله ما قهرمانیم. باشه. من گفتم چی میخواد بگه. خب میریم سراغ شروع بازی. تماشاگرای عزیز، شرکت کننده ها، آماده؟ عزیزم فکر همه میگه 3 2 1 دو دقیقه زمان، 3 دقیقه بده پایین، بده پایین، 3 دقیقه معذرت میخوام، 3 دقیقه زمان رو سریع بدی پایین، من زیاد صحبت نمی‌کنم چون آفرین خواهی اینم هیچ بده من بگیرم نشاط سریع بده من سریع بدم برو 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 من حواسم هست برو برو من حواسم هست نشاط بده پایین نشاط بده پایین ارفان و مهشاد بلند کن بزنید گوشه بیو. باری کرد، باری کرد. خوب دارن میرن. حالا من برم اون وقت. 15 رو گرفتید. بکشید اون وقت. اصلا جون 15 رو گرفتید. به عدد ام رسیدید. استاد این دیواره اون گوشه دیواره خونه همسایه است. ای. واسه واسه. تایم داره میره 114 113 برو. مهشاد برو وقت ثانیه داره میره. خوب دارن میرن. واسه. مهشاد جان فقط بودو. بودو بودو نمیبینید شما نه؟ بودو بودو مهشاد کلوم سوراخه اونجا باید حواس تو باشه اینجا سوراخه اینجا سوراخه عزیم هره تو بسه حالا تو مهد بارا نمایی کنی تو بده بارا بده پایین بده پایین بده پایین بده پایین آفرین مهشاد آده تو یه چیزی ره دایی مهشاد بده پایین چه بیفته سمت تو برو 40 ثانیه وقت مونده 40 ثانیه نهشاد بودو برید به سی برسونید حتی قد بچه ها به سی برسونید به سی به سی جا عوض کن سری 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 یه ماشین بودو این نداره وقت نمونده نهشاد حواظت باشه رسید چقدر وقت مونده از قبل برو 3 2 1 17 ثانیه یه بار بیشتر فرصت نداشت اصلا عجله نکن با حوصله بده بده اینا چه استرسی دارم بده بده پایین 7 بده پایین 6 بنداز بنداز توش 4 بنداز توش 3 بنداز توش 1 آفرین خوب خوب آقا 25 امتیاز آقا اینجا چند امتیاز همش حق دارید تو کلی خط 25 امتیاز چون از اینجا پریدید یه جا رو دور زدید
یعنی باید این ترتیب انجام میشد از اینجا رفت. اشکال اون چیزی که سالم رفتید 25 بود، عالی بود، به افتخارشون دست. ممنونم از گروه عرس که با دقت باری کلا دمتون گرم. بفهم خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم رضا یواش. رضا هر موقع من بهت گفتم رضا از اینجا شروع میشه. آره رضا اینو نگهداری، امتیاز داری. اگه نگهش بشم چند امتیاز بذار؟ 5 امتیاز بذار ببینم. چند نمیخواد رضا بده؟ چند امتیاز؟ نه نه بذار حالا بعدن، بذار بعدن. رضا گله ها، چون گله باهاش شوخی میکنم. رضا ای آماده ای؟ تو الان چی سرگروه این کاری؟ بریم برو. دقت دقت تو در تو دقت. 3 سه، دو، یک. یه بار به افتخار برسه، برسه بده، برسه بده، بده پایین، بده پایین. یواش، برسه یواش. من نظر رسه، تشویق نکنید، صدای همو بشنوم. برسه، یواش بده، استثنان این مسابقه شما بده پایین، شما بده پایین. آقا رضا بلند بگو بچه ها بشنوم. ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا. دیر گفتی رضا دیگه، دیر گفتی. من نمیتونم کمک کنم. خب ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا. وایسا وایسا یواش. اون بر بده، اون بر بده. خب اونجا دیگه دار، دیگه دار. وایسا وایسا وایسا. ولش کن، ولش کن تو. ولش کن تو، ولش کن. کار کن. دسته کنده. ام نداره. دسته اونم کدی. آروم. خب وایسا وایسا وایسا. رضا بده این بر نگاه بدیش. همینجوری. اصلا اونجا بده. وایسا 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 نگاه دار، نگاه دار، نگاه دار. وایسا وایسا. رضا امین حسین بیاد. امین حسین بیاد. امین حسین بیاد. کار کن. یواش بده، یواش. بده پایین. بده اون برا نقطه. بده گوشه بیفته. وایس 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 رضا داره تو در تو رضا رضا ولش کن رضا رضا ولش کن ولش کن بیا وایس 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 بده پایین بده پایین آری کلا وایس حالا برو مر برو مر برو مر من اینو نگاش داشتم برو برو اون برو اینو رد کنید نقطه امن رد تلفن تلفن 15 وایس 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 تا اینجا آقا این بعد دستش شکستا 103 ثانیه وقت باقی مانده بده بالا آخ افتاد. بالا. از بالا برش. بده بده من بده من بده من. آقا بدر خوابش برد. 15. بریم 3 2 1. زمانو داشته باش. من گوشاشو نمیبینم. به من بگو فقط. آره اونا. بهت گفتم بده بالا، یعنی بده بالا. آروم آروم. دو نفری میدید بالا. آروم آروم. بده دو نفری میدید بالا. دو نفری. من اونجا رو نمیبینم. خب بابا من فقط به صدای من گوش کن. آقا بدر. شما اینه که دیر به هم میگی. زودتر بگی تا سوت نرفته. 3 2 1. برو باری کردو. آها وایس جا حساسه بهت گفتم دو نفری میدید پایین من بدم پایین بهت گفتم دو نفری میدید پایین دو نفری میدید پایین 60 ثانیه بده پایین یه بار دیگه اشکال نداره با سمت رضا باید بیاد گیر کردید من باید بدم بالا گیر کردید برو برو آروم گیر میدید با پایین بعد آره آره ببین برو آروم 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 بده پایین آه بدون بر بیا برو پس گرم بیا برو جای من 37 ثانیه 37 ثانیه زمان دیگه این هم اونجه ها وایسا بیا بیا خدا خدا بیا بده 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 برو برو یک کچولو بده این بر بده این بر تلفن وایسا برو ببینم به سی میتونی برسونی وایسا همون تو نگذاش وقت ندارید ها 17 ثانیه هستا بزن بیا هی آروم آروم شل بازی در نیاد بزن بیاد بزن ولش کن ولش کن ولش کن من دارم عصبانی میشم آقا آقای بدی 6 8 برو سی برو بپای بپای 1 تمام به افتخارش شد چند شد؟ از اینجا بعد اومد از اینجا رفت نه به سی نرسیدن نه نرسیدیم نرسیدیم 25 امتیازم برای گروه بچه های بدون مرز مساوی در این مرحله به افتخار شما حالا دست خوشگل امیر برعکس شما چرخید برعکس چرخیدش بریم و برگردیم بازی پنجم یه دست خوشگل به 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 دوباره اومدیم با بازی آخر بازی سرنوشت ساز اما قبلش امتیازها رو ببینیم با هم که ببینیم چقدر حساس این رقابت گروه عرس 220 امتیاز تا اکنون و گروه بچه های بدون مرز 140 امتیاز یعنی حدود 80 امتیاز حدود نه دیگه دقیقاً 80 امتیاز گروه عرس بالاتره و تو این مرحله
تکلیف برنده مشخص میشه. اما ما یه بازی نجات هم داریم بچه ها، یه بازی نجات داریم که اون گروهی که بازنده است میتونه انتخاب کنه که اون بازی رو انجام بده. بازی بسیار سختیه، اما فرق اون بازی با این بازیایی که تا الان انجام دادید در اینه که اون بازی امتیاز منفی داره، یعنی هر چقدر امتیاز بگی من میگیرم اگه نگیری امتیازت منفی میشه و بعد تو مرحله گروهی احتمال داره باعث بشه که شما دیگه صعود نکنید. ریسکش خیلی بالاست. حالا فکراتونو بکنید، پایان این بازی به من بگید. یه سوال امکانش هست یه بار تستش بکنید؟ نه خیر، نه تستی نیست، من شیرینیه مگه. خدمتتون عرض کنم که این دوتا عزیز بیان پیش من، با من بیاید. این آقا رضا یه داداش کوچولو داره که تو جمع ما بود، آقا عرفان عزیز. چرا اینو دارم میگم، اینو دعوتش کردم پیش ما؟ به خاطر اینکه آقا رضا هم داداش عرفانه، هم مثل پدر عرفانه، برای اینکه خیلی زحمت میکشه. اینا بچه‌هایی هستند که شما در روز احتمال داره خیلی توی شهر ببینید، ولی به سادگی از کنارشون رد شید. مهم نیست که چه جوری زندگی کنی، مهم اینه که چه جوری پایان بدی به زندگی، با خوشی، با دل خوش. امیدوارم که اتفاقای خوبی براتون بیفته. به افتخار عرفان و رضای دست خوشتون بکنم. بله، قصه های این دوتا عزیز و مثل این بچه ها رو تو طول برنامه گوش دادید. عرفان دقیقا برعکس گفتم، عرفان میدونه که یه داداش داره که مثل کوه پشتشه. حالا چون کرونایی نمیگم همدیگر رو ماش کنید، اینجا کرونایی دست بدید، کرونایی. به افتخار عرفان کوچولو. خب میریم سراغ مرحله پایانی. دوستانمو دارید میبینید؟ تا سایو تعظیم کن دیگه. خویو میدید که تو ورزش‌های رزمی احتراما اینجوریه، مثلا اوس یا اینه. تو ورزش شنا که آقا خدا رو شکر میکروفون نداره، من راحت حرف بزنم چیزی نمیگه. تو ورزش شنا که اسقر آقا توش قهرمانه، احترامش پروانه است، اینجوریه. نوکرتم چاد کرد این قورباغه. من یه اون فکر این پروانه است، یه پروانه برو آینه. من فقط کرال بلدم، هیچی ولش کن. خب مسابقه یه تن به تن، اینجا دیگه یه خورده زور و اینا میخواد و دقت عمل و جاخالی و این داستانه و از این بازی ها. برید بالا، هر بازی کنی برید عقب، برید ته اون پل، هر کی بیفته سوخته. 5 تا 30 ثانیه وقت دارید. حالا میتونید خودتون یا بچه‌ها حالا بازی کنن. تو 30 ثانیه اگر هیچ کدوم نیافتید 0-0. اونی که میمونه 20 امتیاز میگیره. درست میگم؟ بله، با خودم بودم. آماده؟ 3-2-1. میریم داشته باشیم که فقط به سر بزنی خطاست، با نوک اون پارو هم بزنی خطاست. امیر حسین و اسقر عظیمی، ضربه از جودان آکه اوکی. خایا چه میکنه امیر حسین؟ داره میندازه اسقر رو. 5-6-5-4. شاید باورتون نشه. گریه نکنه میرازه. بگی هویجه این چیه؟ نه تو ضربه آخر محکم زدی، باعث شدی خودت بیفتی. پس تو رقابت 30 ثانیه اول 20 امتیاز به گروه بچه های بدون مرز. خیلی دارن نزدیک میشن ها، خیلی حساسه. برید بالا دوباره، برید بالا، بریم. 3 نه با نوک نزن خطاست، با نوک نه، فقط خب برید عقب، برید عقب. یه 3-2-1 گفتم شروع کنی. 3-2-1 خیلی میخوام بزنن همو. برو عقب. چی خیلی زمان من؟ امیر حسین بیا جلو، نیفتی عقب. امیر حسین برو عقب، بیا جلو. امیر خیلی میای عقب. ببین امیر حسین به کلیه اسقر نزنم، امانته. 3-2-1 امیر بسن بسن باشه دستان باشه. ببینیم تو این مرحله با تجربه‌ای که اندوختن چه میکنه این امیر حسین. یه عمر ضربه میزده این بار اسقر، یه غیظ خاصی تو چشاشه. باشش باش ماشاءالله امیر، ماشاءالله. یکی دیگه تیروشی دفاعیه استاد، اما ماشاءالله امیر حسین تاکتیکش تو صورت نزن آقا، صورت بزنی میزنم تو صورته.
دیگه میگه در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. از من تو نه. بریم برو مرحله سوم. گروه بچه های بدون مرز خیلی دارن نزدیک میشن. تا نشمردم نرید بچه ها، برخورد میکنم با اتونا. خیلی خوبه، عالی. مرحله سوم، دو یک اکشن. برو بله اکشن خارجی. کی گفت بگم بله کرد؟ اوه این داره دیگه میزنه آقا، این داره همه دست بقل. چه استرسی داره واقعا این رقابت. 60 امتیاز برای 60 دوربین من 60 امتیاز برای گروه بچهای بدون مرز. 60 هیچ. میریم سراغ مرحله چهارم. برید بالا. نفسشون گرفته. یا حق بچه ها. شکست رو من بارها گفتم قبول نمی کنم. اگرم شکست بخورم که دارم میگم قبول نمی کنم، اگرم شکست بخورم 100% خودم رو ناامید نمی کنم و حتما به اون هدفی که دارم خودم رو حتما میرسونم. اگرم نشد میسپارم دست سرنوشت و دست خدا. بچه ها امیدوارم بتونید. نه یا آقا، نه یا عزیز من. سه دو یک برو. صورت نزن صورت نزن. من یعنی شده سخت‌ترین لحظه ها رو من گذراندم، ولی بازم نشده که بگم خدا چرا اینطوری شد، چرا این کارو کردی. خدا نکرد، خودم باعث شدم که اون اتفاق بیفته. حسرتام این که رفتم فوتبال شرکت کردم، دیدم یه جورایی خیلی سخت، زیاد تو وادیش نمیم، گفتم برم سعی تلاشم کنم، ولی گفتم که اگه نشد نمیرم سراغم. چون در اصل من به صدام بیشتر دارم توجه میکنم، صدایی که نوع خانم هم حسینم. بعضی موقع آهنگای سنتی رو مثلا تمرین میکنم، رو صدام بیشتر دارم کار میکنم. گفتم اگه اون هدفیه که دارم به صدام، اگه صدام خوبه، چون از بعضی ها من خیلی مشورت شنیدم، گفتن اگه صدات خوبه برو دنبال هدفت. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی گونه ها شکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم. حالا من موندم و یک کنج خلوت که سقفش غریبی چکه کرده، تلاتون های الواج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده. یه چیزی بگم، این فینال خیلی حساس شد. چرا؟ چون بچه های بدون مرز آقا امتیازها الان میگم امتیازها رو نشون بدن. چون بچه های بدون مرز 80 امتیاز عقب بودن و 80 امتیاز رو الان جبران کردن. هر کسی تو این رقابت پایانی برنده شه، یعنی کل گروهش برنده شده. پس ببین دیگه چقدر حساسه. یه روز به شما وقت میدم استراحت کنید. رو LED ببینیم. اوه به افتخارش. 220 عرص، 220 بدون مرز. بچه ها شما به مربی انرژی نمیدید. بودو انرژی بده. بودو. فیناله. ها ندن انرژی. ندید برو. برو انرژی نده. خیلی خوب آقا بسته دیگه. بیا تقلب بسته. بسته برو. تو صورت نداریم با نوک اینا نزن. برید بالا.
مشورت دادید احتمال داره ببازه، بدون مشورت حالا اومده بود. بریم سراغ این وای، یعنی تو این چند مرحله مسابقه های شوتبال اینجوری تا حالا نداشتیم. نگاه کن به موی بندید، به موی بندید. آتش الان عزیزی روشن کردن انگار. بریم، شما اوکی بدید، یعنی بگید ما آماده ایم میریم. نه اوکی نه، هم آماده. سه دو، من استرسم بیشتره. سه دو یک، 30 ثانیه شروع شد. اصغر داره مدیریت میکنه. امیر حسین چی کار میکنه؟ آیا برنده این مسابقه بود؟ صورت نه. وای. خب اینا خودشون تشخیص دادن، دست بدن. بریم، وقت داره تموم میشه. تایم ده، 7 6 5 4 3 2 1 تمام. حرکت. ببین ما فهمیدیم چی شد، ما فهمیدیم چی شد. خیلی تابلو بود این حرکت که یه جوری مساوی تمومش کنن. ام نداره؟ بله من حس کردم، حالا حسم رو گفتم. پس در پایان 5 مرحله بازی ها 220 گروه عرص و 220 امتیاز بچه های بدون مرز، همینطور که داریم با هم میبینیم. حالا اینجا مهمه، اینجا مهمه، اجازه بده. یا میتونید مساوی برید بیرون، بمونید ببینید با رقیب بعدیتون چه میکنید که جمع امتیازاتون آیا اول دوم میشید که صعود کنید، یا این ریسک رو میکنید که اون بازی نجات رو انجام بدید، یا به امتیازتون اضافه میشه اول میشید تو این بخش، یا بازنده میشید. یه لحظه بس جانم، گفتید اگه تو بازی ها نیفتن زمین جفت امتیاز 0-0. 0-0. خب الان چرا 80 امتیاز گرفتن؟ الان بعد 0-0 بشه. 80 ای خدا، 4 تا از قبل ما گرفتیم. یکی مرشاد رو توجیه کنه. مرشاد جان 80 تا اینجا بود، این بازی آخر که 20 تا امتیاز داشت نگرفتن. کارت زرد به تو ندارم. لباس. بچه‌ها زیاد وقت نداریم. آیا بازی نجات رو انجام میدید یا نه خداحافظی کنیم؟ اینجوری نمیشه دید. نه. گفتم که یه حلقه است از راه دور تا همین حدشو میتونم بگم. حلقه رو ول میکنی توی قلاب اینقدی که از دورم خیلی معلوم نیست چیه. آیا گیر کنه آیا گیر نکنه. نه. به افتخارشون دست. بیا عقب. بیا پیش من. مرسی. کلات در بیا. رو دست باشه کلات. آفرین. منو چرا میبری؟ عزیزان بچهای عرص بیاد. دارم میرم خونه. خب من اولا به هر دوتا گروه تبریک میگم به دلیل این رقابت جوانمردانه و پرهیجانشون، دم همتون گرم. دوم این که آره عزیزم، دوم این که بچه‌های بدون مرز نشون دادن که حتی اگر 180 امتیاز هم عقب باشی نباید ناامید شی، و دیدید که چقدر خوب امیر حسین تونست این کمبود امتیاز رو جبران کنه و بیان مساوی کنه. در همه حال تو زندگی میشه به موقعیت خوب برگشت. به افتخار بچه‌های بدون مرز و بچه‌های عرص یه دست جانانه. خب ببینیم که رقابت بعدی دوستانم، حتما دنبال خواهید کرد که با رقیب بعدیشون چه میکنن، که آیا جز اون دو تیمی در این گروه خواهند شد که به مراحل بعدی صعود کنن یا نه، باید با یکی از این گروه‌ها در واقع خداحافظی کنیم. تو فضای مجازی به ما بگید که طرفدار کدوم یکی از این تیم‌ها هستید. حتما برای ما پیام بذارید، پیام‌های انرژی بخش شما کلی به ما روحیه میده در ادامه این ماجرا. دم همتون گرم. مرسی که ما رو تحمل کردید. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب